همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا همراه ماست. علیرضا، از واکنش جدید وزارت خارجه چین به اظهار نظر جنجالی وزیر دفاع استرالیا برامون بگو. سمیر، آقای وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین در تازه ترین واکنش و بعد از اینکه وزیر دفاع استرالیا مدعی شد که چین برای معامله با سایر کشورها از رشوه استفاده کرده و چین رو با آلمان نازی مقایسه کرد، وزیر دفاع استرالیا رو به پخش اطلاعات نادرست متهم کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد وزیر دفاع استرالیا گفت که بعضی از سیاستمداران استرالیایی به ذهنیت جنگ سرد چسبیدن و از طریق پخش شایعات اختلاف ایجاد می‌کنند در رابطه میان چین با سایر کشورهایی که پکن با آنها رابطه دوستانه داره، که ما واقعا متاسف هستیم و قاطعانه با چنین کارهایی مخالف هستیم. سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره پیمان امنیتی با جزیره سلیمان که البته جزئیات اون هنوز فاش نشده گفت که این پیمان شفاف، آشکار، قانونی و غیر قابل ملامت هستش و گمانه‌زنی ها مبنی بر اینکه چین به دنبال ایجاد پایگاه نظامی در جزیره سلیمان هستش نادرست هستش و توسط تعداد انگشت شماری از افرادی که دارای انگیزه های پنهانی هستند ساخته شده. آقای وانگ ونبین گفت هم ایالات متحده آمریکا و هم استرالیا چارچوب پیمان امنیتی با جزیره سلیمان رو به دلیل عدم شفافیت متهم کردند، اما خود پیمان امنیتی سه جانبه اوکس میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا شفاف و آشکار نیست و اصلا اقیانوس آرام حیات خلوت آمریکا و ایالات متحده استرالیا نیست. آقای دانیل کریتنبریک هم دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای شرقی و اقیانوس آرام هم که همین به تازگی از جزایر سلیمان دیدار کرده، گفتش که تعداد انگشت شماری از افراد این پیمان امنیتی رو دیدن و از خود نخست وزیر جزایر سلیمان نقد قول شده به طور علنی که فقط با اجازه چین میتونه جزئیات این پیمان امنیتی رو در میون بگذاره، که این مایه نگرانی هستش. و آقای کریتنبری گفته که اقدام نظامی آمریکا علیه جزیره سلیمان در صورتی که اجازه بده به چین برای ساخت پایگاه نظامی رو رد نکرده و تاییدم البته نکرده این موضوع رو.